سلام بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه پخت و پز و با امید از اینکه تا پایین برنامه با ما باشید و امروز براتون یک شیرینی مزه‌دار آماده میکنم که ککوی که بسیار خوشمزه است و بسیار یک شکل خوب هم داره. با امید از اینکه شما هم آماده کنین و نوشجان کنین. اکثر وقت دوستای ما که ککوی را از بازار میخرن و خوب است که مواد لازم طرز تهیهش خوب نوت بگیرین تا بتونین در خانه آماده کنین و نوشجان کنین. کسایی که بیننده برنامه ما هستن همیشه وقت ما براتون غذاهای مختلف تند و تیز و غذاهای وطنی و خارجی براتون تیار میکنیم. در پالیش از شیرینی هفته یک روز کوشش میکنیم براتون آماده کنیم و شما همیشه وقت بیننده برنامه پخت و پز باشین با شیر احمد که غذاهای خوب براتون آماده میکنیم. کسایی که دوست داره شیرینی ره امروز دیگه بخیر شیرینی آماده میکنیم. شیرینی هم در داش آماده میشه، یکی ککوی است که بسیار ساده آسان آماده میشه. مواد لازمش هست: آرد 400 گرم، ککو یک قوطی، شیر یک گیلاس، روغن یک گیلاس، تخم مرغ دو عدد، بیسکیت ککوی به مقدار لازم، بوره 200 گرم، جواری بادیان به مقدار لازم، پودر کیک یک قاشق غذاخوری. و در ابتدا برات روشن میکنیم، یک قسمت میمونیم کرایی را. البته کیک خود در داش آمده میشه، یک مقدار مواد که ضرورت است که ما سرخ کنیم، البته گرمش کنیم که آب شود، مثل ککو، بوره و شیر است. یک مقدار ککو ما زیاد کردیم، شیر اضافه میکنیم. شیر به خاطر از این اضافه میشه که زودتر آماده شوه، بوره را حل کنه. اگر بوره را ما حل نکردیم زودتر باز نمیتونیم که شیرینی خوب خوشمزه آماده کنیم. به این شکلی را خوب مخلوط میکنیم تا رنگ ککو خوب زیاد شوه. دیدیم که کمتر رنگ کشید، میتونیم باقی ماندهش هم یک مقدارش اضافه کنیم. به این اندازه کفایت میکنه، دیگه شو باز در اخیر اضافه میکنیم. و این اگر گرم نکنین آب نمیشه، یکمک حرارت ضرورت داره تا خوب آب شوه و آماده شوه. بوره را زیاد میکنیم و آلچی خوب است که آستاستایی را خوب به میشکل حل بسازیم. مرات خاموش میکنیم، بیشتر از این را جوش و گرم نمیکنیم. بخاطر چی که دوباره ما این را میخواییم که سرد شوه، بعد از او باز امرای آردی استفاده میشه. و این را خوب مخلوط میکنیم و این را میگذاریم که یک مقدار وقفه بگیره. بعد از او باز آستاستا بخیر دیگه مواد را مخلوط میکنیم. قسمی که شما میبینین آرد است، امرایش پودر کیک زیاد میکنیم و این را خوب میکس میسازیم، مخلوطش میکنیم. وقتی که را میکس کردیم میخواییم یک کاسه کلانتر را بگیرم تا راحت تر هم مواد خوب هم تو مخلوط شوه و آماده شوه. یک قسمت یک کاسه است و اضافهش میکنیم در کاسه کلان. چرا وقتی که را مخلوط میکنیم راحت بتانیم به سرعتی را مخلوط کنیم. حالا خواهی اگر آرد خالی است بعد از این آستا آستا دیگه مواد مخلوط میشه. این کاسه را هم ضرورت داریم. تخم مرغ میگیریم اضافه میکنیم دو عدد، روغن یک گیلاس خرد گرفتیم، یک گیلاس کلان باشه دیگه، نیم گیلاس میتونید که استفاده کنید، ضرورت نیست روغن زیاد در ککوی استفاده کنید، یکم اگه خشک باشه خوب است. و از زیادتر دوستای ما کوشش میکنند که بیشتر اوقات از روغن دکیک زیاد استفاده کنن، اما کمتر باشه بسیار خوب است. و خوب این را بیشتر مخلوط میکنیم، دوباره برمیگردیم طرف دیگ و که ببینید چقدر سرد شده. وقت کار داره که یکم دیگه هم سرد شوه. اگر دیدیم یکم که آرد آبگین میشه، از 400 گرم بیشتر شیر و ککو روغن یار آبگین کرد، ما میتونیم که یک دو قاشق آرد استفاده کنیم. بیشتر ضرور نیست که مواد ازیره که ما کمتر کنیم، مثل تخم مرغ یا روغن یا ککو که دیگه اضافه شده کمترش باز اضافه کنیم. در قسمت یک دیش ناسوز ما هم گرفتیم، باز در دیش ما ایره آماده میکنیم. وقتی که آماده شد یک عدد کفایت میکنه، باقی مانده موادش که اضافه میمونه دوباره میتونین یک قالب دیگه رو بگیرین آماده کنین. وقتی کوتاه دوباره برمیگردیم. به ادامه برنامه خوش آمدید و داش هم روشن کردیم. تقریبا داش آستاستا دیگه آماده میشه، درجهش فعلا کمتر موندیم که آستاستا گرم شوه. اگر شما کل موادتان آماده باشه در اون صورت باز میتونید که داش درجهش
تقریبا حال مسعد مانده بود و 1.5 صد میسازه میشه تا 2.5 صد درجه داش مو هستک داشا فرق میکنه اما در این درجه که داش ما روشن میکنین درجه 200 220 کیک و ککوی ما آماده میشه و هر نوع کیک که آماده بسازیم در داش به می درجه کفایت میکنه آماده میشه و تخم مرغ مخلوط کردیم اینجا ککو کس ایرا اضافه میکنیم همراه آرد یک جای منی رقم و دمی کرای دوباره باز ککو باقی مانده را آب میسازیم که بالای خود کیک ککوی پسان اضافه میشه خب بیره مخلوط میکنیم مواده باقی مانده را که آماده ساختیم اضافهش میکنیم و در اینجا قالب گرفتیم کاغذ کیک هم پیش ما هستک چی خوب است که یک مقدار روغن بگیریم و قالب چرب کنیم به خاطر از اینکه اگر قالب چرب نشه پشت روی کاغذ وقتی که بازی را جدا میکنیم راحتتر جدا نمیشه یک مقدار روغن میگیریم بسیار کم ضرورت داریم به می اندازه کفایت میکنه و شما میتونین از برسایی که روی قالبا چرب میشه روغن یا داش یک پیزا یا را که آمده میکنین استفاده کنین در او صورت بازو را باید خوب شما بشوین و آماده شود که روغن از اگر درست رشته نتانستین باعث از این میشه که میکروب جذب میشه و دوباره او را که در غذای شیرین یا تند استفاده میکنین خدا نخواسته مریض نشین و حالا خوبی را چرب میکنیم دیشه در قسمت میماریم قالبه و آستاستا به این رقم خوب چهار طرف کاغذ چرب میکنیم به این سادگی چرب میشه و این قسمتش در روی خود قالب چرب میکنیم که تخته چرب میشه و کاغذ ما به اندازه قالب برش کردیم یا دیش که پیش ما هست اگر از استفاده میکنیم دیش های ناسوز است در داش اصلا یا کدام شکستگی را به وجود نمیاره روغن باز زیاد میکنیم یک مقدار وقت تانه میگیره راحت آستا آستا چهار طرف شه خوب چرب سازین این قسمت هایش هم چرب میکنیم که در اخیر قسمت های اگر خمیر بچسبه باز راحت این را برداریم کاملا کفایت میکنه و یک بار دیگه خمیر را مخلوط میکنیم کاملا آماده است و اضافهش میکنیم در داش درجه داش از 150 به 250 میاریم اضافهش میکنیم و بین این قسمت که خمیر اگر تار نداد و غوره غوره اضافه شد بفهمین که کیکتان هم خوشمزه آماده نمیشه یک مقدار دیگه شام زیاد میکنیم یعنی ترتیب خوبی در قسمت هایش هموار میکنیم وال چه خوب است که طرف داشی را ببریم و بانیم بر چند لحظه تا که خوب آماده میشه اقلا 25 الی 30 دقیقه وقت هم میگیره تا که در داش خوب آماده میشه خاموش کردیم داشته و کار در وقتی که چک میکنن که یک آماده شد خیر مدیره پیش از وقفه چک کردم اصلا خمیر دیده نمیشه در کارت کارت باشه قاشق باشه کارت خرد باشه پنجه باشه میتونین که استفاده کنین و چک کنین ببینین که چقدر آماده شده ولی چه خوب است که امروی کاغذ برداریم کیک گرم آمه است متوجه باشین و کیک ککوی یک ذره پاش پاش میشه اگر احتیاط نکردین توته میشه قسمت هایش یک ذره اکثرا دوستای هم شوخی هم میکنن اگر پاش پاشن مالده گفته بخورش خوب که پس مقصد خورده شوه این قسمت هایش خوب دور میکنیم و بسیار یک رنگ خوب به خود گرفته گرم هم است میایم طرف ککو که ما ایره آب کردیم
ککو سخت باشه وقتی کرایی مندازین یک کمه کرارت بسیار پخش شیده میمانیم که تا خوب آماده شده و خوب درست نرم شده آماده است و کیک هم گرم است ایره دیگه هم نرم میسازه خوب است که کیک در کاسه اضافه کنیم در قاب ببخشین و قسمتش باید یک قاب دیگه بگیرم تا راحت تر ما بتانیم ایره آماده کنیم خواب میگیریم یک خواب دیگر رو میگیریم ایره پشت رو کنیم راحت توته نشه به این رقم وقتی ایره میگیریم پشت روش این قسم میکنیم توته نمیشه کیک و کاغذش هم راحت جدا کردیم خوب است که ایره چند لحظه بانیم که سرد شود بعد از او باز آستاستا ایره رویش تزین میکریم با ککو، ککوی که آماده شده و روخ طرف دیگهش که سرخ شده و دیگه طرف هست او رو باز پشت رو میکریم و دمی طرفش یک ذره ککو خوب میچست به از این طرف شما میتونه شما استفاده کنین و ایره توته میکریم به این ترتیب به خاطر و بیسکیت ککوی به شکل دراز روخ بسیار در بازار زیاد سر دورش که شما شکلش خوش داشتین میتونه از امو استفاده کنیم برای تزیینش بسیار خوب است در پالیش از جاربادیان ما استفاده میکنیم یک مقدار جاربادیان استفاده میکنیم برای شکل و غذای شیرینی امروز ما دوباره قابه میگیریم بینتر پشت رویش کردیم و این رو شستک یک مقدار ککو اگر میریزه دیگه قسمت ها میتونیم که این قسمتش کمک بالاتر است به این شکل قسمت هایش رو میگیریم پخش شوه کلش یکسان شوه و این رو زیاد میکنیم در بشقاب قسمت هایش رو میگیریم به این اندازه که اوار شوه و حال چه خوب است که ککو از زیاد کنیم ککو که آماده شده اضافهش میکنیم در روی کیک همگی شکل اضافه کردیم بعد از او باز انبار میشه یک قسمتش به یک بغل میگیریم خوب ملاقه پر شوه به این ترتیب زیاد میشه و خوب بیره انبار میکنیم تا این قسمت ها همیشه وقت که ککوی که شما آماده میکنید کوشش کنید اگر از قالبای کلانتر داشته باشین بسیار راحت تر میتونید که را آماده کنین و از قالبای کلانتر استفاده کنین خوب از چهار طرفش باز هم از ککو استفاده میکنیم یک مقدار دیگه هم میگیریم همگیش زیاد شد و خوب هم تو طعمش خوشمزه میسازه در اینجا اگذر خود سخت کرده خوب است که دوباره بالای کیک اضافه میکنیم که گرم است خدا آب میکنه قسمت هایش هم خوبی فشار میدیم که چهار طرفش یکسان زیاد شوه و اگر ککو زیاد باشه میتونید قسمت هایشون بریزین و یک قالب داشته باشین تا راحت تر بازی را بردارین و یک قسمت های اضافیش که ریخته ای را جمع میکنیم امرای تیش پیپر یک مقدار دیگه میگیریم و بسیار یک شکل خوب به خود گرفته با امید از اینکه شما هم کوشش کنید آماده کنین در ابتدا بیسکیت زیاد میکنیم این قسمت هایش یک دیزاینک خوب برش میته و بسیار ساده از وسایلی که ما شما خود خانه نداریم که استفاده کنیم میتونیم از یک بیسکیتی را تزیین کنیم به این ترتیب سر میز تو یک ذره اگر بیسکیت میریزه باز دوباره جمعش کنیم و
از این بسیار کم استفاده میکنیم. جواری بادیان رنگه این قسمت هایش استفاده میشه و به خاطر رنگش بسیار خوب است. شما هم کوشش کنید که به خاطر رنگش استفاده کنید. کمی زیادتر پردم که رنگش دیده شوه. با امید از اینکه شما هم کوشش کنید یک کیک مزه‌دار آماده ساختم بر شما و شما هم این کیک آماده کنید و نوش جان کنید و حال گرم است. یک کمک سرد شد دوباره باز ما این را میتاریم که توته کنیم. امرای همکار را یک جای نوش جان کنیم. در اینجا یک قسمت کیک است. سیر نوش جان میکنیم. ببینیم که چطور است طعمش و شما هم کوشش کنید که یک کیک ککوی که برتون آماده کردیم شما آماده کنید. بسیار به اندازه است. بورش و زیاد شیرین هم نباشه و مقدار لازم ککو هم زیاد کردیم که رنگ ککو خمیرش تغییر دادیم و باقی مانده‌اش هم روی میز شما میبینید که کیک آماده شده و ناگزیر است به شما خداحافظی کنیم و کیک حال توته نمیکنم. امیال اگر توتیش کنیم بسیار یک کیف خوب هم میکنیم. خب گرم است. بانه که خوب سرد شوه شیر چای دوست داشتین، چای سیاه، چای سبز، چای زعفران آماده کنین، برایش نوش جان کنین. تا برنامه دیگه، تا یک شیرینی دیگه یا غذای تون که برتون آماده می‌سازم، خداوند یار باشه.